کیفشو تو باز کن. با تو هم. باشگاه تنها آره یاشا کجاست؟ رفته سر قرار با پدرش مثل اینکه اون لینکی که فرستادی درست بود تمدن با یکی به اسم بردیا فرار کرده پارسال تو ترکیه دیدمش از نزدیکای فرزین شاهیه شنیدم دنبال اطلاعات و سازمانه ممکنه تمدن یاشا بخون دارون بزن اطلاعات اون حکم طلا رو داره گروه زیادی دنبال خریدشن اما اون اطلاعات حق ماست فهمیدی؟ حواسم هست امیدوارم همینطور باشه وگرنه اتفاقی بدی میفته هر اتفاقی که افتاد رو این خط منو در جریان بذار به من از این که برسم ایران خبرت میکنم باشه وایسادی فکر کنم مسیر اشتباه اومدن دور بزن بریم اتوبان اتوبان بریم کدوم بر بریم برو با اون آدرسی که من بهت میگم محذر باشید مسیر ابتدایی تغییر کرده سروان خانی در مسیر جدید در حال حرکت دریافت شد نگه چجوری تونستم محل قرار رو عوض کنم؟ عوض نکردم
به احتمال زیاد قرارشون از اول همونجا بود. باز دوباره با یه محاسبه ریاضی طرف. آریان مختصات رو خدا داده به کرده بیاره به غفلی هم بودی مسیر رادیو به حامد حرکت کنه. آمین دو از آمین یک برو نتیجه اعلام میشه خدمت. آمین قربان، در حال حاضر سیگنال رادیو حد فاصله پارک آبادش و پارک جنگلی دریافت میشه. دریافت شد. میبینی آریا؟ بله قربان. درست قرینه همون جاست. قبل از اینکه فراخونه باید بگیری میشون عجله کن. باشه
با این بویی که ازت میاد حسن میت نباشه. به سر با مزهی داری، امیدوارم تو کارش هم همینقدر نمکی باشه. خدا نکنم از زن بره زیر در بیارت. وقتی میشه بس دیگه تمومش کنید. اینجا جای این حرفا نیست. کجا باید بریم؟ میریم. فقط قبلش یه کاری با دوست جدیدمون دارم. کاش موقعیت به حامد مشهود شدن قربان. بابا از دست دادیم قربان.
بچه ها خیلی نامحسوس برم دنبالش. یه بای ها آمینه یک یه بای ها آمینه یک اتاق عمل وضعیتش چی؟ خیلی خون ازش رفته، گوله خورده سمت چپ قفسه سینش، یه کمی پایین تر خورده بود قلبش. دستت چی شده؟ هرزت نه بیارش تو. دکتر چی گفت؟ به خیر گذشته، فقط باید یه کمی استراحت کنه. وفادار شدش.
نازه خانومه. گفتم فرصت از دست نده، دیگه تکرار نمیشه. نگفتم تا امروز میخواستم با یکی که واسه هم مهم بود عوضش کنم، اما وقتی پلیس ها اومدن سراغمون یه فکر دیگه ای به سرم زد. یهو میخوام بکشمش. اسلحه. بدبینی من بیدلیل نیست خانم. آخه جایی که من و پدرم قرار داشتیم و هیچ کس نمیدونست، مگه اینکه یکی بهشون خبر داده باشه. مزخرفه، من کل این مدت پیش پدرت بودم. میدونم، واسه همینم ازت میخوام یه کار کوچیک واسم بکن. ثابت کن اشتباه میکنم. فکر کنم قبلا وفاداری ما ثابت کرد. نه درسته، من و تو دنبال یه چیزی، اما اثبات وفاداری مهمترین مسئله است. بابت فراری دادنم بهت مدیونم. واسه همینم اگه کارتو درست انجام بدی یه شیرینی خوب پیشم داری. ضمناً کاری که تو میکنی اصلاح مجرمه. من نمیخوام قطعه پلیس به پروندم اضافه بشه. واسه همون قتل قبلی هم ادامت میکنم. اشتباه میکنی، اینجوری هممون گیر میفتیم. جاش چیز مهمتری به دست میارم. بزن.
جناب سرهنگ؟ ببخشید جناب سرهنگ، یک سری تصاویر داخلی فلشه، حتما باید ببینه. چی هست؟ نمیتونم بگم، خودتون باید ببینه. راستش به هیچ کی نشون ندادم. ببخش. فکر کنم فیلمه رو دیدن، گذاشته بودم سایت شرکت، یه یوزر اضافه داشتیم که احتمالاً همون آیدی هک شده باشه. این پسر کجاست؟ استبل. صداش کن دیگه وقتشه. وقت چی؟ مگه اطلاعات رو نمیخوای؟ سمت ما باشه چه نه، من نمیذارم اون اطلاعات دستشون برسه. چیزایی که تو این یه سال فهمیدم، اگه تنها دلیل اینجا بودنم نباشه، مهمترینش چی؟ باشه سر فرصت. من زیاد وقت ندارم، فردا داریم راه میافتیم. پس طبق برنامه تا اون موقع منم رسیدم ایران. نمیدونی تمدن چه برنامه‌ای داره؟ نه. در تماس باش بستم رها بپیماشم. باشه. نترس، تا وقتی دورم نزنی کاری باید ندارم. فکر نکنم واسه گوش وایس دادن استخدام شده باشی. خواستم مطمئنشم زیاد روی نمی کنی. بهت گفتم کارمو بلدم، اهل نمایش نیستم. من برای گوش وایستدن پول نمیگیرم، تو برای فضولی. خب
عزیز. دیدم گرفته میزنی، باید چایی بیارم بلکه حالید به سر جاش. دست درد نکنه. خواهش میکنم موسی جان. اجازه؟ خواهش کنم. بعضی شبا میام اینجا، آدم های زیادی میبینم با قصه و قصه های زیاد. نکته جالبی که تو همشون دیدم اینه که خیلی راحت به من اعتماد میکنن و حرفشونو میزنن. میدونی ما آدم ها از کی تنها شدیم که وقتی هم با همیم هم حواسمون کلا جای دیگه هست؟ از کی؟ هر وقتی ناامید شد، هر وقتی که حرف مردم بیشتر از حرف خود رو منظر کرد. نه، همیشه همینطوری نیست. بعضی وقتا احساس مسئولیت اونقدر دوش سنگینی میکنه که کم میاری. حوصله شو داری باید یه داستان تعریف کنم. آره بگو. پدر خدا بیامرز هم میگو توی روستایی یه مردی بود دار و ندارش یه عصب خوش کار میکن. آقا میزن و این عصب فرار میکن، مردم میان پیشش میگن بیچاره شدی تنها سرمایت رو. مرد گفت شاید اره شاید هم نه. فرداش عصبه میاد با 5 مادیون سفید، باز مردم میان دورش جمع میشن میگن تو خوشبخت‌ترینی، تو ثروتمندترینی. مرده میگه شاید اره شاید هم نه. بعد یه مدت پسرش عوض میکنه از سواری بکنه دور برای چرخی بزن. آقا از عصبه میفته زمین و فلج میشه. باز مردم میان دورش میگن بدبخ شدی، بیچاره شدی، تنها شدی، پسرت فلج شد. مرده میگه شاید اره شاید هم نه. آقا چند وقت بعدش اونجا اطراف روسته معدن میزن، همه جوانه میرن اونجا کار میکن، میزن و معدن میریزه، همه میمیرن غیر جوانه یار. باز همه مردم دورش جمع میشن میان جوانه ما همه مردن، جوانه تو زنده است. تو چقدر خوششانسی، تو چقدر خوشبختی. مردم میگه چی؟ شاید داره شاید هم نه. ای والا میگه چرا به حرفشون توجه نکرد؟ چون امیدش به خدا. بعض موقع قسمت ما رو امتحان میکنه برای رسیدن به هدف بالاتر یا یه جایگاه بهتر. همیشه یاد باشه تاریک‌ترین لحظه شب قبل از طلوع خورشیده. مثلا چی هستی؟ من تا حالا نهیدم یه پولیس عشق بریزه. شماره ما پشته این نوشتن، هر کاری داشتی زنگ بزن. چایی تا معرکه بود موشه جونه. قدم به چشم میام پیشت. یا علی یا ها.